66 سال پیش در بعد از ظهر 28 مرداد 1332 رادیو خبر سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق را اعلام و سرلشکر زاهدی را به عنوان نخست وزیر ایران معرفی می‌کند. در همون بعد از ظهر و در همون ساعت کرمان شاهد حادثه غم‌انگیز بود. قتل سرگرد سخایی. سرگرد سید محمود سخایی رئیس شهربانی کرمان که توسط دکتر محمد مصدق به این مقام منصوب شده بود، توسط عده‌ای از اراذل و اوباش و با حمایت تیمسار امانپور فرمانده وقت لشکر کرمان به قتل رسید. به همین منظور سه نفر از افرادی که اون بعد از ظهر رو به یاد دارم مهمان من در استودیوی کرمان نو هستند: محمد صنعتی که تا یکی دو ساعت قبل از قتل سرگرد سخایی با او جلسه داشته، حسن محکمی که در اون زمان نوجوانی 14 ساله و شاگرد آرایشگاهی در میدان ارگی کرمان بوده، و مهدی توفیق که خونه پدریش در مسیری بوده که بعضی از حوادث رو به چشم دیده. روز 25 مرداد، یعنی درست اون آخرین روزایی که در حال که شاه هم رفته بود از مملکت رفته بود، 25 مرداد. بین 25 مرداد و 28 مرداد این سه روز در تمام ایران خیابونا خلاصه علیه شاه و دربار بوده. تمام که من خودم در کرمان سخنران به صلاح نهضت ملی ایران علیه شاه و با هماهنگی سرگرد سخایی رئیس شهربانی اون زمان کرمان من بودم. دارشگاه ما هم معصوم بود، می اومدن افراد بزرگ هم بودن، افراد با شخصیت شرم بودن، می اومدن گاه بودن. در همین مسئله بود که ما دیدیم سرگرد اومد. حضورت جلسه اونجا تشکیل داد بودیم که ایناره، یعنی تشکیل شده بود که ما جز اعضای جلسه بودیم، که هم مرحوم دکتر وکیلی و مهندس مهدی فرهمند رضوی و من، تا ساعت 2 بعد از ظهر که روز چهارشنبه که 4 بعد از ظهر اون ماجرا برقرار شد، تا 2 بعد از ظهر تو اتاق رئیس شهربانی با سرگرد سخایی مشغول تنظیم صورت جلسه بودیم که زندانیانی که تو زندان بودن اینا رو به بندرعباس تعرید کنن. از زمان من ساعتم اومدم به سرگرد گفتم آقا نرو، مشکلی که نیست که من برنامه نداشتم فلان اینا. خب تقریبا اصرار برای این مسئله بود که نرو، ولی خب رفت. در حال که این منجر میشه به این حضورت رو از میشود کودتای 28 مرداد و حضورت رو در تمام ایران، من چون شاهد بودم به از تو بستم، در تمام ایران تا ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 28 مرداد هیچ خبری نبود. دیدیم جلو دادگستری یه جنس وایستاده ارتشی ها فلان اینا، تیمسان امانپور هم داره صحبت میکنه با مردم، حالا صحبت ها دیگه شما اونها یادم نیست، ولی اینی که این یادم که گفتن بله سرگرد اتاق من نرفته، نمیدونم فلان نشده، مردم تقریبا راهنمایی میکردن تیم مسئله با دستشون اشاره میکرد. خب اونایی که قوامر بودن که خرا میبردن چیکار بکنن، خرا میافتاده میرفت. این بنده خدا رو پشت یه جیب بسته بودن که من این صحنه رو دیدم به چشم، که جلوی کوچه چراغ بر وایستاده بودن، دیدم که جیب داره میان، مردم هم زیاد به دنبال یه جیب دارن میان، که همین وقتی که رسید من دیدم این یه جنازه با لباس شهربانی تنش بود، دارن همینطوری میکشن. بعد
و خب این یه صحنه بود، صحنه ای که مردم دیگه حال با قول خودشون انقلاب پیروزی رسیده بود و شاه برگشته بود و اینا. یه مغازه بود که عرض کردم این آبلیمو میفروخت، بند خدا خونش هم پشت همین مغازه شد. اینا ریختن این اوباشا و یه تعدادی از مردم. اون روز هم روز تصفیه حساب بود، یعنی هر کی به هر نوی دلخوری از کسی داشت می اومد و اینجوری جبران میکرد دیگه. و اینا ریختن توی این مغازه و آبلیموها اینو که میرفت توی بقالی گونی شکر پشت میکرد میابود. این بند خدا فرار کرد، خودش رفت در خونش، یه در داشت از تو مغازش به خونش بود، دوید فرار کرد از ترس مردم، رفت یه حوض بود وسط خونه این. خب منم کوچولو بودم، قاطی مردم میرفتم تماشا میکردم. اینا آب لیموار میشکندن میرفتن تو حوض آب لیموارو، اون وقت شکرم گونی شکرم خالی میکردن توش، میگفتن به مردم شربت بدین، بیان شربت آب لیمو بخوریم. اینم باز ما به چشم دیدیم. آقای محمد حسین این عاملش بود که فوت کرد، رئیس براویش هم بود، معروف بسیار مرد شریفی هم بود. حضور تا ایشون همین هرهوش ساعت 4 بعد از ظهر اومد با ناراحتی با یک وضع خاصی در خونه ما که سنتی بر یه جایی. بعد در حال یه چند روزی در حدود یک هفته من شب یه جای میرفتم، روز یه جای دیگه میرفتم، مأمورانم کوشش میکردم که خونهای باشه دو در باشه که اگر حمله کردن در بازداشت فران ما از اون در بعدی فرار کنیم. بنابراین درست یک ماه بعد از 28 مرداد حضور اعلی حکومت نظامی اعلامیه صادر کرد که اعلامیه رو من تو کتابم گذاشتم، اعلامیه حکومت نظامیه 28 نفر ما بودیم، ظاهرا مخالف شاه بودیم، اعزارمون کردن. و بعد تو اون حضور تو از میشه، البته بار یه 24 ساعت بازداشت بودیم، منطقه بازداشتی تو ساختمان شهرداری تحت نظر حکومت نظامی بودیم نه زندان. بعد اعلامیه صادر کردن ما کاری به گذشته شما نداریم چون متهم به حضور حزب توده و اینا هستن، اگر که میتونین گذشته رو کنار بذارین ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه فلان بیاین تو مسجد جامع برای ادای سوگند. در حال مر اعلامی هم پخش کردن از رادیو، یه رادیو هم بود که فقط شما ساعت 8 در اختیار ارتش بود اخبار میداد. به وسیله اخبارم به مردم گفتن دشمنا شاره قسم میدیم. در حال ساعت 4 بعد از ظهر مردم اومدن تو مسجد جامع، مسجد جامع در حال اون وقت در خیابون شاپور با این حالش بودن و مخروبه بود، شیر خورشید نبود و اینا نبود، در حال مردم هم اومدن اونجا دشمنا شاد ببینن. در این حال وقتی هم پایین میرفتن چارت پوش هم میدادن و حضور تو از میشود به خاطر یک دشمن شاه بوده. بزرگان شهر دعوت کرده بودن تو سالون بزرگ مسجد جامعه کرمان که معروف حضور تو هست دیده نشدن، هم سالون بزرگ صفه بزرگ در دور نشسته بودن، یه میزی گذاشته بودن اون نزدیک محراب، یه میز گذاشته بودن، یه قرآن و یه کیسه خاک به تن و به صدا اینا گذاشتن اونجا. ما هم 28 نفری که البته یه چند نفرشون تفصیلن نیومدن، ولی ما یه 20 نفری رفتیم اونجا. قسمنامه رو جمله جمله میگو ما دستکمی باید تکرار کنیم، قسمنامه رو تکرار کردیم. حضور تو از متن قسمنامه رو گذاشتن امضا کردیم، قرآن بوسیدیم، خاک به تنم بوسیدیم که از اون زمان به بعد دیگه مخالفتی با شاه نداشته باشیم. از خون جوان، از خون جوان، از خون جوان وطن نامه خدا نامه حبیب نامه جانم لاله دمی از ماتم سر